خیابون. تاریخ دقیق برای پیدایش تیکه نیست، نامی از خالقش هم نیست، اما شاید مردان سرزمین ما بتونن نوبل تیکه رو به خودشون اختصاص بدن. حالا که فرانسوی ها تو تکاپوی تصویب و اجرای قانونی علیه تیکه انداختن هستن، بعضی از اوقاین همیشه در صحنه ورژن های جدید اون رو دارن استفاده میکنن. حالا دیگه تیکه فقط تو خیابون دانشگاه نیست، توی گروه های تلگرامی و اینستاگرام هم به خانم ها تیکه انداخته میشه. این یه اسکرین شاته از حال و رفتار خودمون بدون تیکه رو رو. شما تو خیابون الان یا تو جوونیاتون به خانم‌ها تیکه می‌انداختین؟ نه، هیچ وقتی هم چیکار نمی‌کنم. آره چرا نمی‌انداختم؟ می‌خوام چند تا بندازم همین الان. چرا؟ شاید بعضی موقع این کارو بکنم. البته مثلا الان نه، شاید مال بچگی. من راستش تا حالا این کارو نکردم ولی زیاد دیدم. یا به مامان من هنوز تیکه می‌اندازه. آره دیگه. مثل همه جوونا. همه آقایون میگن نه، پس اینا که تو خیابون هی به خانم‌ها تیکه می‌اندازن کجان؟ آدرسشون رو داری؟ خانم آقایون تا حالا تو خیابون به شما تیکه انداختن؟ تا دلتون بخواد. معمولا چیکار میکنی؟ خیلی بی تفاوت رد میشم دیگه. کاری نداره. بذار یکی باز شوهرش نماشه برات دوست. همین دوستا. یوگا دوستان انا. اتفاقا همسایه‌مون به همین خاطر منو بیشتر دوست دارن. عروساشون دخترشون خیلی هم با من راحتن. به خاطر اینکه همشون به من اعتماد دارن. تیکه نمینداخت. نه اصلا. مزاحمت ایجاد نمی‌کرد. تو دوستاتون بودن کسایی که تیکه بندازن؟ بگم نه که دروغ گفتم، بودن ولی من نه متاسفانه. متاسفانه؟ دیگه بالاخره چیزی واسه اون بد جلوه میکنه. میگی نه متاسفانه، یعنی نمیندازم ولی متاسفم که نمیندازم. چون جو جامعه یه جوری که بعد بیندازی تا یه رابطه موفق داشته، حالا موفق نه یه رابطه داشته باشی، ما نمیندازیم و نداریم. ناراحتی از این موضوع شما الان؟ نه ناراحت نیستم. یه تفریحه و واقعا همینجوری نیست که همه دخترها ناراحت شن. از من تشخیص میدی؟ بستگی داره واقعا تیکه چی باشه. بعضی اوقات در حد یه تیکه فانه که دخترها مثلا یه جواب میده و میره پی کارش. مثلش میشه مثال بیاریم. همین ای جون چه جیگری. بعد الان مد شده بود همه دخترها میگن آرزو. چیه؟ آرزوشینه دیگه میبینن آرزو. آره بعد یک کم که میبینن حالا مثلا خیلی خوششون هم نه خاطره است، خاطره شده رفته. نه بیشتر تیکای خیلی بد میندازن، حتی دیگه قشنگ راحت فوش هم. نه اینکه فوش ولی کلمه های زشت هم حتی راحت به کار میبرن. مثلا یکی باشه قیافش دایه باشه باشه اینکه تونل زمان، مثلا تونل زمان اومد. بس دیگه به اون شرایط اون لحظه داره دیگه، بعد میاد یه هتو دیگه. سوال سخت نپرسین دیگه. حرفای زشتی میزن دیگه. چی دارم میگم مثلا یه حرفایی که تو اون لحظه که میگه ما خودمون خجالت میکشیم. مثلا عروس ننم میشی. با ماشین باشی مثلا یه خانومی با ماشین مدل بالا باشه میگی ماشین حاج آقاه، مثلا حاج آقا خریده براش. چقدر شما طنزتون بالا. مثلا طرف تو آفتاب نیست عینک زده، طرف یه چیزی میگه بهش، اونم میگه یه چیزی به اون میگه تمام میشه میره. میگن قناری. قناری این چی؟ مثلا به مرغش. به چه جور دخترای میگن قناری؟ به چه جور خانمایی میگن؟ رنگی هم بعد به قول قدیمی ها سانتی مانتی هم میگن. آره اینطوریه. من میخوام الان تازه مخشو بزنم آقا، چرا داری کارو خراب میکنی؟ چی میگی بهشون؟ چیزی نمیتونم بگم. فانتاستیک واقعا. میخوام مخشو بزنم الان تازه. متأهلین به ما نمیندازن. واقعا به این موضوع. آره. من ازدواج حلقه دستمه. یعنی آقایون اینقدر ریزبینن نگاه میکنم اونو که حلقه داره بهش تیکه نمیده. واقعا خیلی بی تفاوت رد میشم دیگه، چی کاری نمیتونم بکنم. کلا توجه نمیکنی. عکس حالا من نشون بدی؟ نه هیچ توجهی نمیکنی؟ انگار یه خری رد میشه جفتک میندازه ما راهمون رو میری. دونام وقتی یک مرد میخواست از سر کوچه ماست بخرد، مرا ماستی ده که چکیده. هر ماهی؟ بله همانطور که دیدید همه چیز طبق روال بود، اما در آن دوران وقتی یک زن میخواست ماست بخرد. قتلک به حرفای سخیف، حرفای لذت جویانه و دور از چند انسان. اوه کامان بیبی و اوه یه قارقارهای خلاف افت قار از بود چرماور رو از این صحبته. مرا ماستی ده که چکیده. این هر ماهی بسته تا درد نکنه حال چگونه برگرده.
آقایان صرفاً نر، خانم ها حق دارن با آرامش امنیت رفت آمد کنن، خجالت بکشید. چکیدت رو بردفر بایید پسراتی که میندازم به دخترها، چرا به خودشون اجازه میدن که تو خیابون آرامش خانوما رو به هم بزنن، تیکه بندازن؟ دلیلش متاسفانه یه چیز اپیدمی شده، اصلا انگار که نگن یه چیزی ازشون کم میشه، این یه چیز ذهنی شده براشون که باید این کار رو انجام بدن، حالا چه از روی قصدی باشه چه از روی قصدی نباشه، حتی اگه تنها باشه با دوستش باشه بگه بخنده، یا اگر تنها باشه که میگم یه چیز ذهنی شده براشون دیگه متاسفانه. نمیدونم دیگه، اون رو بعد پسر رو بپرسه چرا، اگه دلیلش رو میدونستی شاید من خودم بهشون تیکه مینداختم. معمولا تیکه میندازیم که خب طرف مقابل از ما خوشش بیاد، بعد بخواییم یه رابطه برقرار کنیم. خب برای اینکه ببینید جو جامعه یه جوری بوده که انقدر این دختر و پسر رو از هم دیگه دور کردن، احساس میکنن که اگر بتونن یه جنس مخالف رو به دست بیارن به یه موفقیت خیلی بزرگ رسیدن. رابطه دوستیه دیگه بالاخره. نه فکر میکنم بیشتر به خاطر سرگرمیشونه. ندارن، اینم یه جور سرگرمیه دیگه. ولی منوشه بهتره. خب خانوما باید سرگرمی پسرا باشن، به خاطر اینکه پسرا سرگرم بشن باید به خانوما تیکه بندازن، خانوما اذیت بشن. ذهنیتشون اینه دیگه، کوتاه فکرن. خب یه سری اینم، یه سری مثلا مریضن دیگه، یه سری اینا تیکه رو بندازن و دو تا کف و سود از رفقا بگیرن و رچم برن. اصلا حق میدی به آقایون که به خانوما تیکه بندازن؟ نه من نه به آقایون حق میدم به خانوما تیکه بندازن، نه به خانوما حق میدم به آقایون تیکه بندازن. خانوما تیکه میندازن؟ شما بغل سرویس مدرسه دخترم قرار نگرفتی. من دیدم. یادتون میاد چی بوده؟ نشیدم درست چی گفتن ولی دیدم را رفتاراشون و دختری هم کسا نرمال نیستن، یه ذره نرمال نیستن یعنی چجوری؟ خودشون دوست دارن. اونا هم میگن، دیگر رو میگن. آره. خانوما میگن شده دختری هم به شما تیکه مندازه؟ آره. چی گفتن؟ میگن دیگر، یادم نمیاد چی گفتن. کار کردین شما؟ ما هم رفتیم سر حرف با کنیم شما رو بازی کردیم. مثلا من با دوستم خیلی قدش بلنده، بهش گفتش که هوا چطور اون بالا. مثلا دختره بهش گفت؟ آره. دوست شما چی گفت؟ دوست من خندید داریم این دازن. آره چی بوده مثلا موردی که دیگه؟ مثلا شوخی و فان و اینه، حالا موردش چیز ولی میندازن چرا، اونا هم برای خنده حالا. یا با هم دیگه میرن دو تا دوست تا دوستن فلانی رو نگاه کن اشاره میکنن، چه خوش تیپه، چه جنتلمنی. هم دارم میگم به اون، یعنی به اون آقای میگم. بالاخره یه جوری میگن که مشخص شه دیگه یه چه عادی شده میگم. آقایون خوششون میاد؟ چرا خوششون نیاد، خانم هم خوششون میاد، آقایون خوششون میاد، خانم خوششون میاد، عادی شده دیگه. بهتون تیکی انداختن عکس عملتون چی؟ خیلی خوشحال شده. آره داری؟ بعد تیکه چه اتفاقی میفته؟ معمولا تیکه میندازی شماره میدی و یه چیزی هم تو میگی، یه چیزی هم میگه. شاید دارن تلافی میکنن سالیان سال این همینه. مثلا تو حالا خب بعید میدونم ده 80 یه کارشون به تلافی کشیده باشه. سرا بین خودشون به اونی که تیکه میندازه چی میگن؟ هر کسی یه چیزی میگه، من نمیدونم. سری که خیلی تیکه میندازه، خیلی حاضر جوابه، میگه خیلی دختر بازی. تگی به خلاقیتش تو تیکه انداختن داره. دخترا راجع به پسرایی که تیکه میندازن چی میگن بین خودشون؟ مثلا میگن این پسر خیلی پسر بدیه، یا میگن نه چه پسر حاضر جواب. معمولا پیش خودشون یه چیز بدی رو تو ذهنشون میگن دیگه، یا میگن چقدر بی فرهنگه دیگه. ولی متاسفانه خیلی زیاد شده دیگه، یه فرهنگ کلی شده، نمیتونی بگی فقط یه نفر این جوریه. میدونی آخه حالا مثلا یه سری دوست دارن میگن آ با چشم خوشگلی نگامو میکنن، حالا یه سری نه دیگه شاکی هم میشن. بستگی با آدما داره، آدما متفاوتن دیگه. بی فرهنگی آدم میرسونه، یعنی اصلا فرهنگ پایینه. اینا عدم فرهنگشونه، فقط تونستن از کشورهای خارج مسائل منفیشون رو یاد بگیرن. نمیگم کلا گوش نمیکنیم، توش نمیریم زیاد، ببینیم چه خبره. خوردم نمیکنیم. شده که مثلا تیکم بندازیم بعد تیکه خانومه بخنده بعد یه اتفاق بیفته؟ بله شده، بارها شده تا بله. بعد تهش چی شو؟ تهش به دوستی ختم میشه دیگه. نه تا حالا نشده زیاد اینجوری اوکی بشم. نهایتا اینجا فکر کنم به یه آب هویج ختم بشه. معمولا اینجوریه که هیچ مکسی به وجود نمیاد، در اون یک لحظه‌ای که از کنارم رد میشن یه دیالوگی رد و بدل میشه و میره به کارش. تجربه هم دارین قشنگ؟ خیلی خوب. هر کسی تو ایران زندگی کرده باشه این تجربه رو داره. من خودم نمیتونم، هیچ وقت نمیتونم جواب بدم چون میترسم یه چیز دیگه ای بهم بگن. آقا
خانم تیکه انداختی؟ من؟ آره. یه دقیقه وای میسی. چرا پس خانم باهاتون باید برخورد کرد؟ مشتری بود. الکی میریم از خانم میپرسیم. گفتین چی گفتین؟ یه گفتم یه دقیقه برگرد در مغازه کارت دارم. مشتریتون میگین یه دقیقه برگرد در مغازه کارت دارم. چیکارش؟ آم آشنا بود. چرا باهاتون بعد برخورد کرد؟ یه چیزی گفت نمیام کار دارم. نه یه چیز دیگه هم گفت. من نشیدم. چی گفتیم؟ مردها حق دارن به خودشون اجازه بدن حتی تعریف. شما تو خیابون داری تو خلوت خودت راه میری، تو حال خودتی، یکی بیاد یه حرفی به شما بزنه. من فکر میکنم الان چه جوری اومدم بیرون؟ دارم چیکار میکنم که منو با یکی دیگه اشتباه گرفته؟ چون کلا تیک انداختن همینه دیگه. طرف مقابل حس بدی بهش دست میده. مگر اینکه آدم خودش دلش بخواد یه جوری بکنه که بهش مثلا حرفا رو بندازن. کارین تیکه نمیندازیم که بهش بر بخوره، یا شما تشخیص میدیم به کی بر میخوره، به کی چی به کی بر میخوره؟ کلن به قول گفتنی قلاب ماهیگیریه دیگه، میندازن دیگه هر ماهی گیر کنه دیگه. اونایی که خوششون میاد دیگه مطمئنن اعتراض نمی کنن دیگه. ولی خب خیلی وقتا هم دیدم که دو طرف با این موضوع حال میکنن. نه نزنن بهتره جوری. خیلی ترجیح میدی اون تعریفه رو بشنوی یا نشنوی؟ نشنوم بهتره. باز یه سری خوششون طلب میکنن. شما تشخیص میدین؟ چرا؟ باید تشخیص داریم؟ چطور اینو تشخیص میدین؟ انرژی میگیره دیگه، انرژی. تیکه بندازیم حالا بخندیم. نه صرفاً برای مزاحمت و اینجور چیزا نیستش. ممکنه خوشش نیاد ولی غالباً یه خوش اومدنی وجود داره که این اتفاق تکرار میشه. خواهر داری؟ آره. میخوای بگی خوشت نیاد کسی بگه؟ جواب؟ نه. 100% برخورد میکردم اونجوری. حالا طرف خواهر خودش، مادر خودش، خانواده خودش اگر همچین چیزی رو ببینن قبول میکنن، خوششون میاد. مرد خیلی بدتری میکنن چون با میدونن با چه دیدی داره به این مثلا موضوع گفته میشه، خیلی بدتر رفتار میکنن و واقعا اینش بده که اگر خب برای خواهر و مادر خود بده، چرا خب مثلا برای خواهر مادر مردم چه این چیزی رو بد نمیدونی؟ من ناراحت میشم به خاطر همون فانه ها. آره به خاطر فرهنگمونه دیگه. یعنی وقتی که به نزدیکای خودمون میرسه خیلی ناراحت میشیم. I am play to film Mulk Suleiman. Are you understand? Pink Panther. یه قانونی تو فرانسه قراره تصویب بشه. آقایونی که تعرض کلامی میکنن توی خیابون به خانم ها قراره جریمه بشن. اگه این تو ایران تصویب بشه؟ کمتر که میشه مسلمه ولی حذف نمیشه. فکر کنم کلا دیگه ساکت شن اصلا. آره. کلک میشه؟ عادت دارن زورو رو سرش بشه. عالیه، خدایش اگه بشه عالیه. بالاخره خودمون هم خوار مادر داریم دیگه. عادتا ایرانی ها خیلی برای جریمه چیزن، یعنی جواب میده روشون که نمیدازن. آره البته من فکر نمی کنم اگر هم همچه قانونی وضع شه اجراش شه. فکر میکنی اگه که توی ایران هم این قانون وضع بشه آقایون چقدر هزینه میکنن بابت این موضوع؟ فکر کنم کلا کنسل کنن دیگه. بابت هزینه و اینا که من اصلا کاری با این کارا ندارم، ولی خود ما به نظر من ایرانی ها باید شروع کنیم مثلا این فرهنگ رو عوض کنیم. مثلا قدیم 30-40 سال پیش همچین چیزی نبوده، یا اگه بوده خیلی کم بوده، خود بقیه برخورد میکردن. الان خیلی عادی شده. جایی که ببینم با پول خرج کنن هیچ وقت این کارو نمیکنن. نگران شدی؟ مثلا میخوام بیان توی همون دور دوره مثلا اینو اجرا کنن، یا نه مثلا بیان جلو در مثلا مدرسه دخترون و پسرونها مراقب بذارن و شروع کنن به جریمه کردن. این بستگی داره. این قانون تصویب بشه خوبه ولی اجرایی شدنش خیلی مهمه که چقدر اجرایی بشه. چه این چیزی که پسر میره خواستگاری بشه خلافی گرفت که قبلا چقدر تیکه انداخته. جالبه. آره من اینو دوست داشتم. خب این خیلی بده.